سلام مخصوص بر بینندگان محترم، خیلی خوشحالم که باز دوباره موقعیتی پیش اومده که خدمت شما رسیدم و امیدوارم همه خوش و خرم و سالم و سلامت باشید و در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه در این ضیافت گفتگی خود تو شرکت کنید و ما را از گفتار خود اطلاعات، راهنمایی ها و پیشنهادهای خود تو بهره‌مند بکنید و تلفن های ما از همین دقیقه اول بازه. هر یکی از شما بینندگان محترم ما که میخواهید با ما تماس بگیرید تلفن کنید. تلفن تو هم طوری گذاشتیم که دیگه هیچ عوض موجهی نداشته باشیم، زنگ بزنه این چراغ اینا قرمز و سبز و این رنگ ها میشن و من جواب میدم و خیلی هم خوشحال میشم که با شما صحبت بکنم. و من اجازه میخوام که رسیدن سال نو، سال 1393 دیگه، درست گفتم حتماً 92 پارسال بود، 93 حالا میشه، که امیدوارم همه خوب و خوش و خرم باشید و تدارکات خودتون رو انجام دادید و در سنت باستانی ایران یک جمله خونه تکونی هست که ما اینو یه هفته پیش بود که بود باز اینو مصرف کردیم و البته خب میدونی که بعضی از صحبت‌های ما معانی مختلف داره، خونه رو که نمیشه تکون داد، ولی خب میشه که چیزهایی که در تمام سال خریدید و جمع کردید و ازش استفاده کردید امکان داره که یه ذره سبک کنید که بار جمع شدن چیزها توی خونتون زیاد نشه و سبک بار باشید. این خیلی خوبه که انسان بدون سبک بار باشه. و من بعضی وقتا میبینم که بعضی از دوستان یا بعضی از مثلا فامیلا یا رفقای نزدیک سفر که میخوام برن یه چمدون گنده پر از لباس و فلان، میگم کجا دارید میرید؟ میگم میخوام یه دو روز برین کنار دریا و بگردید. میگم این چمدون به این گندگی رو برای چی میبرید؟ میگه خب ممکنه لازم باشه فلان باشه بفلان باشه. و خودتون هم خب میدونید سفر کردید و میدونید که بعضی وقتا همینطوری میشه و بعد میایید خونه میبینید هیچ کدوم دست نزدید، همونتی که بسته بودید همونم برگردوندید. انشالله خیر باشه برای شما. سال نو رو تبریک میگم به شما و تمام اونهایی که با شما ارتباطی دارن، دوستانتون، خانوادتون، همسایهاتون، هم محلیاتون، هم شهریاتون، هم مملکتیاتون، هم دنیاییاتون در جهان، که البته خب میدونید ایران و ایرانی ها در تمام دنیا و یه مقدار عکس هم هست باش که میان اینا همه در چین هستن. البته من نمیدونم و در چین اینا چی کار میکنن، ولی خب هر کاری میکنن خیر باشه. ممکنه از نواده های
مغول ها باشن که برگشتن رفتن اون طرف ها. به هر حال تبریک میگم به همه تون و سال نوتون مبارک باشه و بدونید که اون کسی که خلقتون کرده دوستتون داره و جز خوبی برای شما چیزی دیگه نمیخواد. منتها بعضی وقتا ما نمیتونیم درک کنیم که این خوبی که ممکنه یه مقدار تلخ مزه باشه این چه خوبی هست، که بعدم خب میدونید یک سلفات دوسود بود چی بودش وقتی ما مریض میشدیم، یه مزه خیلی بد تلخی داشت، دماغمون رو میگرفتن و به زور تو حلقمون میکردن و بعد یه چیزهای دیگه هم بودش. البته این تپای قدیمیه که یه جوشوندنی میخریدن و میجوشوندن و شیرش رو میکشیدن و این مزه خیلی بدی داشت، ولی خب اینو میدادن. خب یکی دو روز بعدش میدید که بعد الحمدلله حالمون بهتر شد، از سلامتی جسم به دست آوردیم. البته سلامتی روان و همونقدر مهم هست که سلامتی جسم شما برای شما مهم هست و ما امیدواریم که در این سال آینده به خودتون یه مقدار برسید. اگر ورزش نکردید ورزش بکنید، راه نمیرید راه برید. البته خب اون زمانهای گذشته که ما در ایران زندگی میکردیم دسترسی به اتومبیل و این حرفا خیلی کمتر بود و خیلی بیشتر مردم پیاده میرفتن یا اتوبوس سوار میشدن. اتوبوس هم مثلا یه ایستگاه اون بالا داشت، بعد بقیهش رو پیاده میرفتید. مثل این قطارهای زیرزمینی همین واشنگتن خودمون هستش که خب دم خونتون که وای نمیسته، وای میسته یه ذره اونورتر و بقیهش رو باید پیاده برید. اینه که اینقدر سلامتی اون موقع مجبوری میرفتیم، خب چون چیز دیگه نبود دیگه. و حالا مثلا اختیاری باید این کار رو مثلا بکنیم که یه جاهایی هستش که برای ورزش 24 ساعته بازه و خیلی هم زیاد هم شدن تو این 10-15 سال گذشته. من فکر میکنم حداقل یه دو برابر سه برابر شدن. اگر در محل شما مثلا در 5 کیلومتری دور و بر شما یک جای ورزش بود، حالا اقلا 3-4 تا هست یک شعای 5 کیلومتری بکشید. و بعضی از این ساختمون های هم که تازه ها درست میکنن که ساختمون های آپارتمان هست، آپارتمان های اتاق خوابه دو اتاق خوابه، طوری دارن طرح میکنن و که اینها رو جوان های حرفه‌ای، اونهایی که تازه از دانشگاه در اومدن یا چیزهای دیگه که فن و فنون چیزهای دیگه برد هستن، به اینا پروفشنال بهشون میگن و حقوقای کلانی هم میگیرن دیگه. مثلا $100,000 ممکنه سالیانه پولی بگیرن و از این $100,000 12 ماهشو کرایه مثلا $24,000 $25,000 یعنی 25% کرایه میدن. و این محل هایی که نزدیک های ایستگاه قطار هم ساخته شده در خود فرفکس، مثلا شما نگاه بکنین چند جای مختلف هست. ویانا یه جایی هست به نام ناتلی، یه ذره میایی پایین تر یه جایی هست به نام فالشر، یه ذره میایی پایین تر یه جایی هست به نام باستون و همینطوری دوروبر اینها تمام این ساختمون های بلند طبقه رو دارن میسازن و کرایه های خیلی کلان میگیرن. ولی با همه این خب این جوان ها هم که خب کار میکنن، کارشون در همون کوریدورهای رفت و آمد قطارهای زیرزمینی هست و تو همه اینها هم خود این آپارتمان ها برای خودشون وسایل ورزشی دارن که شما مثلا میتونید برید هر 24 ساعتی که اونجا هستید هر ساعتی برید بازه، میتونید برید. بعد بعضی از اینها استخرهای شنا دارن در داخل خودشون، یعنی خیلی زیاد دارن به سلامتی و به ورزش و این حرفای خودشون دارن میرسن و ما امیدواریم که شما هم از همچین وسایلی که نزدیکتون هست استفاده بکنید و صحت و سلامت بدن خودتون رو حفظ بکنید، که بعضی وقتا این نعمتایی که دست ما هست هم باشه باشه از دستمون که رفت یکی مثلا ایاد بیدار دیگه، مثلا نمیتونیم بلنشیم دیگه، نمیتونیم راه بریم دیگه، نمیتونیم غذا بخوریم، دندونامون میریزه، هزار یک جور برا سرمون میاد. از خودتون مواظبت کنید و امیدواریم که سالهای سال در صحت و سلامت و خوشی و برخوردار بودن از نعمات های الله سبحانه و تعالی باشید و از خود هم یک چی میگن یه نم پس بدید به دور خودتون. اگر پا
پول چیزی دارید خرج بکنید، یه ذرهش هم بدید به اونایی که ندارن. شرکت هایی هستن، شرکت های عام المنفعه هستن، میتونید اعانه خودشون رو بدید به اونها. یه جایی هست به نام چی خدایا چیه کودک، سالهای سال پیش ما اینها رو میشناختیم، یه اتفاقاتی افتاد بعد حالا انشالله بهتر شده که از کودکانی که در ایران امکانن سرپرستشون از لازم مالی زیاد چیز ندارن، 10 دلار 20 دلار هم 20 دلار بود اون زمان، ماهی 20 دلار شما میتونید بدید و این 20 دلار کلی برای اونها مفید قرار میگیره. و به هر حال دیگه هر کس هم، بعضی از ماها از ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن در اون طرف مرزم میشناسن جاهایی رو، کسایی رو که امکانن احتیاج به کمک دارن، مستقیم یه جوری به اونها کمک دارن میکنن. و امیدواریم که شما هم بتونید از این کارهای خیر انجام بدید و بدونید اون چیزی رو که میدید به کسی کمک میکنید، این کمک در موقعی که امکانه شما خودتون به کمک احتیاج داشته باشید به شما برمیگرده. و یک شعری بود، منم نمیدونم این شعر از کی هستش، که میگن تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. و یه مقدار این شعر قبل خست بر هم داره، یعنی همین دو تیکه نیستش که من خدمت شما خوندم این ها، و قبل هم داره پس بعدش هم هست. این هستش که تمام چرخ زندگی برای همه ما میچرخه، فقط برای من یکی نمیچرخه یا برای شما نمیچرخه، برای همه ما داره میچرخه. و ما امیدواریم که بتونیم دست به دست هم بدیم، یا هر جایی که هستیم بتونیم با رفتار خود، گفتار خود، پندار و کردار و افکار خودمون بتونیم دنیای بهتری برای همدیگه بسازیم، مخصوصا حالا که کشمکش ها در تمام دنیا چقدر زیاد هست و چقدر به پرپای هم دارن مردم میپیچن. و البته یه دوستی به ما میگفتن که این اتفاقات قبلا هم بوده، و خب قبلا هم حتما بوده، من نمیگم نبوده، مثلا ممکنه یه زمانی تمام جمعیت دنیا مثلا 100 میلیون نفر بوده یا مثلا 500 میلیون نفر بوده، حالا 7.5 میلیارد هست. یک زمانی اگر یه خبری یه جایی دنیا میشد 5 سال 10 سال دیگه تازه به گوش بقیه میرسید، اینجا تا یکی از سپاره از همه طرف دیگر عافیت باشه. پس ما یک دنیایی هستیم در حال حاضر به هم وصلیم، هر حرکتی که من میکنم اثر میذاره در بقیه، هر حرکتی که یک کس دیگه میکنه اثر میذاره رو من و بقیه. این هستش که بیایید نیتهای خودمون رو خوش بکنیم. همه در یک سفینه فضایی نشستیم که این سفینه فضایی خودکفا هست و داره حرکت میکنه، هر روز دور خودش در 24 ساعت یه بار میگرده، هر سال 365 روز یا 364 روز و نیم، یکی از این دو تا، حالا چقدر هست نمیدونم، یکیش کمه یکیش زیاده، یکیش هم درسته، که اونطوری میچرخه دور کره خورشید. خود کره خورشید که منظومه شمسی ما رو تشکیل میده در حال حرکت هست در یک سیستم بزرگتر به نام کهکشان راه شیری. کهکشان راه شیری هم خودش، کل اون کهکشان در حال حرکت هست در یک نظام دیگه ای که کهکشان ها که میگن میلیارد ها کهکشان هست در هستی در حال حاضر. و حالا کجا داریم میریم من نمیدونم، ولی خب بالاخره داریم میریم. اینه که با همدیگه خوب باشید، با همدیگه احتیاج نداره که سر کنید 365 روز تا سال نو بیاد و روز نوروز بشه که به همدیگه لبخند بزنیم و خوش آمد بگیم، هر روز همین کار رو بکنیم بگیم چه خوبه، به سلامتی شما میافزاد. و بیشتر کار ما اینجا هستش که بیاییم و یه صحبت هایی بکنیم و شما هم که اون طرف ما این طرف نشستیم، شما اون طرف دارید میبینید ما رو، با ما تماس بگیرید، حرفاتون رو بزنید و درد دلهای خودتون رو بکنید. در ضمن ما یک سیستم ایمیل هم داریم رو همین صفحه که تماشا دارید میکنید هست،
از اون طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. ما میخونیم ایمیل های شما رو و من اجازه میخوام یه ایمیل دوست عزیزی از اروپا فرستادن و ببینم از کجا فرستادن این رو. من ببینم این رو و یک برادر عزیزی به نام محمد کریم احمد خانی از اروپا فکر میکنم این رو برای ما فرست، از آلمان نوشتن که فلان کس آقای لالی من از آلمان برایتون می‌نویسم و این برنامه شما رو نگاه میکنم. تشکر میکنم. هیچ وقت از من تعریف نکنید، چون تعریف من ندارم. من وظیفه خودم رو دارم انجام میدم و خیلی هم نقص دارم، خیلی کمبود دارم. به من راهنمایی کنید، کمبودهای من رو به گوشم برسونید. من خودم بهتر که چه ارز کنم بتونم بیشتر به شما خدمت کنم. و نوشتن که ما ممنون هستیم و از کارهایی که شما دارید میکنید. در ضمن مخالف ازشون میفرمان که من با وجود صدها ایرانی که به کارهایی که در ایران داره انجام میشه وارد هست، در ضمن مخالفت سیاست‌های آمریکا در دنیا میباشم، مخالف سیاست‌های آمریکا در دنیا میباشم، چون آن کشورهایی که 50 سال دوست آمریکا بودند مثل عربستان و مصر و پاکستان و ترکیه الان وضعشان تعریفی ندارد. آمریکا دوست که اصلا حتی شریک و طرف مذاکره قابل اعتمادی برای نه تنها ایران بلکه اروپا هم نیست. اینو این شخص از اروپا دارن می‌نویسن برای ما. این حرفایی که ما می‌زنیم اینجا و یه عده به ما ایران می‌گیرن که خب چرا این حرفو می‌زنی؟ اونجا نشستی، نورشونو خوردی، نمکشونو خوردی و نمکشون شکوندی. ما میگیم بابا ما اومدیم اینجا، ما یه مقدار سهم اینجا داریم، در ساختن این مملکت سهم داریم. ایرانیایی که اینجا هستن در سطوح خیلی بالا، خیلی سطوح بالای علمی، صنعتی، تجاری، تمام اینها هستن و در تمام سطح امریکا پخش هستن و هیچ وقت ما ندیدیم، هیچ وقت ما ندیدیم که تعدادی از مثلا از لحاظ مقایسی اگر بخواید بکنید اونطور که بقیه مملکت هایی که میان اینجا در سطوح خیلی پایین تر فعالیت میکنن، ما اینو ندیدیم در ایرانی ها. حتی مثلا خیلی ببخشید و با لبخند دارم میگم، مثلا شما یک ایرانی ندیدید که برای یه نفر بره بیل بزنه مثلا بهش گلکاری بکنه. خب اگرم میخواد بیل بزنه گلکاری کنه، اون رئیس کل چند تا افراد دیگه از مملکت دیگه داره که بیل دارن میزنن. یعنی این ایرانی یه بیل دستش ممکنه گرفته باشه، ولی رئیس اون شرکت ها شرکتیه که مثلا گلکاری میکنن یا مهندسی نباتات و گیاه ها میکنن، لندسکیپینگ میکنن. این هستش که ما همیشه دیدیم ایرانی ها در مقام های خیلی خوبی هستن و همشون هم آقای خود هستن و ما هم آرزو داریم که مملکت ما که 75-85 میلیون جمعیت توش هست، اونهایی که این مملکت رو دارن میچرخونن هیچ وقت یادشون نره که نوکری خفت و خاری و نیستی میاره. آقایی همیشه شما سرفراز و سربلند هستی و هیچ وقت زیر بار زور هیچ کس نمیتونید برید، مگر اینکه خب بالاخره یکی نوکری کسی رو انتخاب کرده باشه دیگه. نوکر که شدید دیگه انتها ندارید، اربابتون هرچی گفت باید بکنید. این هستش که ما در این مدت زمانی که مردم ایران فهمیدن که چقدر کشورهای خارجی که انقدر به ما زور اومدن، انقدر صنایع منابع طبیعی ما رو بردن و کمتر به ما استفاده دادن، حالا دیگه وقتش هستش که همه با هم بدونیم که کسی که دلش برای ما میسوزه نه آمریکاست نه اروپا، ما هستیم که دلمون به حال خودمون باید بسوزه. دست برادر و خواهرای خودمون رو بگیریم.
هر جور که میتونیم کمک به هم بکنیم و احتیاجی هم نداره که یک سال بایستیم تو نوروز بشه. هر روز ما نوروزه، هر روزی که چشمتون رو وا میکنید و بلند میشین از جاتون میایید بیرون برای کارهاتون، اون نوروزه برای شما، روز نوز برای شما. بله این دوست عزیز ما دارن مینویسن اینجا که در این مورد عربستان فرانسه تعریفی نداره، برای نه تنها بلکه اروپا هم نیست. در ایران سالی 2 میلیون ماشین تولید می شود. اون دوستی که به ما زنگ می زنن و آمار می دن از آلمان، نمی دن این همین آقا هستن، کسی دیگه هستن، والا بلا ما بگید شدیم این که از دست این دوست آلمانی بود که زنگ می زنن بگن یه 8 سال گذشته هیچ کس هیچ غلطی نکرده، آب دریاچه رفته، آب یکی رفته. تازگی ما فهمیدیم که بعضی از این دریاچه ها که نمک دارن کلی هم مواد اولیه معدنی توشونه که اینا رو استخراج میکنن. حالا ما نمیدونیم این دریاچه ارومیه یا دریاچه رضایی هم شامل این چیزا میشه یا نه. اونهایی که میدونید زنگ بزنید، من ادعایی نمیکنم، ما همچین چیزی شنیدیم و داریم با شما در میون میذاریم. بله میشه از 300 ماشین چه ببخشید 1 2 3 300 هزار ماشین ایرانی مثل سواری، سمن و بقیه ماشین ها هم تا حدود 30 تا 40% در ایران می سازند. خب من نمیدونم 30 درصد 40 درصد یه ماشین کجاست، هم کجاشه که مثلا در ایران می سازند. آیا در و پیکرش اونجا می سازند، موتورش اونجا می سازند، لاستیکش رو می سازند؟ نمیدونم این را از لحاظ صنایع ماشین سازی هیچی نمیدونم. این هستش که وقتی ایشون دوست عزیزمون از آلمان میگن که اینقدر ماشین تولید میشه، در ضمن 30-40% هم در خود ایران تولید میشه، خب این یک هنر بزرگیه، یک قدم خیلی بزرگیه که داره برداشته میشه در ایران و در هر یک روزه که نشده. دولت‌های قبلی هم کردن، این دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد کردن، هم آقای دولت آقای دکتر حسن روحانی هم دارن این کار رو انجام میدن. امیدوارم که همه موفق باشید. بارها ما اینجا گفتیم ما پشتیبان و چطوری بگم، ما پشتیبانی میکنیم مردم و ملت ایران و دفاع میکنیم از مردم و ملت ایران و هر دولتی رو که این مردم و این ملت انتخاب بکنن ما از اون پشتیبانی میکنیم و دفاع میکنیم. حالا 8 سال پیش آقای دکتر احمدی نژاد بودن، حالا 1 سال نشده هنوز آقای دکتر روحانی هستن. ما پشتیبانی میکنیم، پشتیبانی از دولت برای این هستش که ملت این دولت رو انتخاب کردن. اگر یک زمانی ملت از دست دولتشون ناراضی باشن و از کارهایی که امکاناً به ضرر مردم ایران هست قدم بردارن، اون دولت‌ها در مقابل مردم مسئول هستن و جوابگو هستن. در اون زمان اگر یک همچین چیزی باشه، به علت این که ما دفاع و پشتیبانی می‌کنیم از ملت و مردم ایران و انتخاباتی که میشه، اون انتخابات نتیجه‌اش هرچی هست ما از اون دفاع میکنیم و حمایت میکنیم از هر کسی که در راه پیشرفت سرزمین ما ایران قدم برمیداره و سعی میکنه که در راه صحیح اعمالی انجام بده که به منفعت خودش و مردم خودش باشه و منفعت خود. خب نمیگیم که بره کاری بکنه که هرچی درآمد هست بریزه تو جیب خودش. ما هم تازگی ها شنیدیم یه افرادی هستن در ایران که متاسفانه درآمد هاشون حالا از چه راهی هست یا چه راهی نیست اونو خودشون میدونن، ولی در دین اسلام اسراف جایز نیست و الله سبحانه و تعالی می‌فرماید لا یحب المسرفین، الله اونهایی که مسرف هستن دوست ندارن.
و اون کسی که میتونه 100,000 تومن بده مثلا یک ماشین بخره یا نمیدونم 2,000,000 تومن چقدر هست حالا 5,000,000 تومن بده یک ماشین بخره، اگه بخواد 1,000,000,000 تومن بده یک ماشین بخره، اون شخص باید یکی بگیره کنار با خواهد صحبت بکنه و بگه این صحیح نیست، شما احتیاج به هم چیزی ندارید، چرا این 1,000,000,000 تومن به جیب کی رفت؟ آیا شما این ماشین های ایرانی که این دوست ما اینجا نوشتن نوشته بودن شن این ماشین ها سمند ماشین های سمند رو خریدید شما یا رفتید یه چیز دیگه خریدید؟ و ما امیدواریم که هرچی بیشتر این پدران و مادرانی که فرزندانشون رو دارن تربیت میکنن یاد بهشون بدن که مصرف نباشن و تمام این چیزها هم از همون سر میز غذا شروع میشه. شما یک قاشق غذا که در بشقاب خودتون میگذارید یا یک کفگیر برنج میریزید یا خورش میریزید، این رو مطمئن باشید که درست باشه. سلام عرض کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای ادلالی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو باش. شما انشالله عیدتون مبارک باشه. نباشی همچنین سر شما سال خوبی باشه، حالا خانواده انشالله سلامتی برقرار باشه، همه چیز خوبی شده انشالله، حالا همه خوبان الحمدلله. حالا بعدان هم بعد نداریم که برای اونام خوب بشه انشالله دیگه، برای اونام انشالله به راه راست رایت بشن و خوب بشن، خوب باشه همه چیز خلاشون انشالله. به همه برس رفتیم همه خوبن با. این های من همه خوبن آقای عرض و حضور شما، با اونجای که من خبر دارم تو ایران از قدیم کارخانجات لاتیک سازی خوب بود، لاتیک های خوب تولید می کنن. بله الان که یه خوب پیشرفته کردم شده بیشترم شده کارخانجات لاتیک سازی از قدیم بود، از 40 سال پنجم جنرال تایر واسمان حدیب صادق بود کارخونه داشت. بله دو سه تا کارخونه دیگه بودن و دیگه الان که کارخانجات بیشتر شده به خصوص ماشین‌های سواری تمام لاستیکاش ایران تولید میشه، کامیون هم تولید میکنن. باریکلا، چون کامیون هم لاستیکاش بزرگه. بله اونها هم تولید میکنن. بعد مثلا باتری، کارخانجات باتری سازی خوبه، باتری که تولید میکنه مرتب. بعد ماشین هایی که مونتاژ میکنن مثلا همین سمند و بدنه شو خوب تو ایران درست میکنن، پرس میکنن، ورق پرس میکنن، جل و فریدر و اینا رو پرس میکنن. یک سری قطعات مثل موتور و جیوز و دیفرنسیال ماشین ها رو نه اینا وارداتیه. صحیح. ولی با یک سری قطعات که بشه ریخته جلی بکنن و نمیدونم قطعات پلاستیکی شو نمیدونم وارد جلاتی اینا رو ایران تولید میکنن. بطلی. اون مشهد مثلا کارخانجات زیادی هستن که رنگ سخت تولید میکنه، تو تبریز کارخانجات زیادی هست که مثلا صنایع تولیدی زیاد داره. صحیح. خوبه. هم موتور و جیهوس و دیفرنسیال یه سری ماشین های مدل بالا و فلاسلیسی هم یه سری باز اونها هم ممکن قطعات بدنه تو از خارج بیارن، بعد تعمیرکارهای خیلی خوبی تو ایران هست، مثلا که اینجا تو امریکا همه قطعات رو عوض میکنن. بله درست. این که اشکال پیدا بکنه قطعه رو عوض میکنه، یه قطعه نو میکنه اونم میزن دوست. بله من میخوام اجازه بگیرم راجع به چیزی که من خودم تجربه دارم.
در تهران در خیابون سپه بین چهارراه پهلوی اول و حسن آباد وقتی داشتید میرفتید از چهارراه پهلوی به طرف حسن آباد دست چپ یک کاروانسراتوری بودش، برادران چماقی بودن اونجا و اینها هنوز هستن یا الله کریم بله درسته بعد در ضمن اصلیت اونها مثل که برادر چوباقی تا اونجا که من میدونم، البته من شخصا یک تجربه باشون دارم که اونجا تو چهارراه حسن آباد بودن، اهل شمال هم هستن نیست؟ بله اینا بله بله ماشاءالله. ولی خب اونا از اون برادران چماقی که من میشناسم از من هم یه ذره بزرگترن، فکر میکنم بچه های اونا باشن که حالا این کارا رو میکنن. حالا یکیشون که پشت باقشه هایی مثلا تا دقیقا 10 سال پیش که خبر دارم زنده بود. الحمدلله. آره این کنه سنشون بالاست. بله آره میشناسم برادرم شما رو میشناسم الحمدلله آره خیلی خوب، خیلی تشکر که لطف فرمودید و من تشکر میکنم به موقع اومدید و صحبتات رو گفتیم، ما خاطرات بود رب به زمانهای قدیم، انشالله خیر باشید. یاد اگر زنده هستن خدا طول عمرشون بده، اگر را خود کردن خدا روحشون شاد، برادرم شما بود. الحمدلله تشکر میکنم از حضور شما، خدا مرحمت دارید، تشکر میکنم مرحمت دارید. دوست عزیزی زنگ میزدید من ببینم این شماره رو میتونم بگیرم. خب شماره رو داریم میگیریم. سلام علیکم. آه ببخشید. ببینم برمیدارم. الو. سلام علیکم. خیلی ببخشید چند بار زنگ زدید. بیننده محترم صحبت میکردن. بفرمایید خواهش میکنم. من حسن اجلالی هستم. سلام آقای اجلالی. انشالله خوب باشید. شاد و پیروز باشید. در مورد ساخت ماشین این چیزا صحبت میکردید. بله. البته خیلی من خوشحالم از اینی که در حال یه چیزایی در ایران ساخته میشه، ولی بنابراین نیستش که آدم بخواد بگه که واقعا در این سیستم ساخته میشه، چون در اون سیستم پایلیتی شد و داشتیم جلو میرفتیم، ولی متاسفانه در این سیستم چون من به هر حال هرچی باشه خوب بکنم قبلانم با اتون چندین بار صحبت کردم، میدونید مسئله اینه که آدم همیشه مسئله این نیستش که دوستش باشه، دشمنش باشه، فامیلش باشه، کیش باشه، باید همیشه حقیقت رو بگید. حقیقت همیشه یکی دوتا نیست. متاسفانه ایران الان مدیریت نیست، یعنی زمانی که تولید پیکان رو وقتی که نگه داشتن گفتن دیگه ما پیکان سواری، البته الان وانت دارن تولید میکنن، سواری تولید نمی کردن، این واقعا منو خیلی سورپرایز کرد که خب چرا وقتی که شما دم یه دونه قهوه خونه با هم هستی میگی حسن آقا گوش داری، میگی به جون تو آخریش همین الان ساعت 2:30 بعد از ظهر تموم شد، دادنش به شوفر قبلی تموم شد، میگه راستی پیکار من داره جوش میاره، واتر پمپ داری، میگه نهواستا نگاه کنم 7-8 تا فکر کنم داشته، این ماشین رو شما نمیذاری کنار، این ماشین ملی میشه مثل فولکس واگن میشه و
در حقیقت آلمان ماشین رو نباید میذاشتن کنار. حالا چی پشتش بود؟ امیدوارم واقعا از صمیم قلب امیدوارم که یک روزی این مسئله واقعا بیاد روی چیز به اونها گفته بشه که واقعا چی پشتش بود که این پیکان سواری رو گذاشتن کنار، پیکانی که مردم بالاخره خودتون میدونید زمانی که اومدش همه میگفتن آقا پیکان چیه، چی پیکان میخره، پیکانم شد ماشین که جوانان داشت، نمیدونم دلوکس داشت، نمیدونم کار داشت، در حال بالاخره ماشینی بوده که این سالها اصلا شما نمیتونی مقایسهش کنی با پراید، نمیتونی مقایسهش کنی با خیلی از همین یوم و غیره و غیره که مورد در ایران، ولی متاسفانه یه بازار خارجی رو دارن چیز میکنن و البته نام گفته نمونه ایرانی هم با این که حالا استانداردها رو رعایت نمی کنن باید خودم من واقعیت رو بگه، ولی بالاخره حالا تا از دستگیری درد شده تا با کون آینه بالاخره من درست بکنم تا اونجایی که بشه که همونطوری که یعنی ایرانی ها در حقیقت میشه گفت همون مسئله چین رو به دنیا واقعا معرفی کردن که دنیا دیگه هیچ موقع نمیتونه عادت کنه چیز گرونه اروپایی آمریکایی بخره. چرا؟ چون چین اومدش نه تنها با مقدار زیاد این حرفا، ولی مهمتر از همه که قیمت‌ها رو شکست. صحیح. نگاه کردن دیدن شما الان هارد درایو برای مثال اینترنال هارد درایو مثلا سیگیت یا مثلا رسند دیجیتال کامپیوتر رو یک ترابایت رو من مثلا خودم دارم می‌خرم $7.50. این $7.50 یک زمان همینو شما $75 نمیتونستی بخرید. صحیح. و در آینده هم کارگر اروپایی و کارگر امریکایی با این لحظه‌های خیلی بزرگ و در آینده هم بیشتر که خواهد شد چنین چیزی رو با این که بتونه هم بسازه ولی نمیتونه ارائهش بده. صحیح. این چون حالا ایران هم خب خوشبختانه داره توی این مسئله قدم برمیداره، میدونم نارسایی هست، بالاخره مدیر باید ساخته بشه، یعنی همونطوری که نگاه میکنی به امریکا هم به اروپا هم مدیر من 20 سال پیش مدیر به اون صورت نبود، 20 سال پیش ساخته میشه و میاد چیه بالاخره درست میشه، ولی امیدوارم یه مقدار دست بردارم از این محدودیت ها. ببینید تنها مشکل ایران الان محدودیت ها، محدودیت ها نباشه خب خیلی ها آزادن که خیلی کارا بکنن. اصلا خیلی راحتن که اصلا توی ایران برن و بیان و میتونه اکسچنج یا رفت آمال تکنولوژی بشه مشکلی ندارن. آره خب بالاخره این چیزهایی که هست یه سری برای منافع شخصی خودش که واقعا اگر از کار بیکار بشن هیچ کس بهشون کار نمیده، این مسئله رو در ایران پیاده میکنن که فکر میکنم درشو باز نکنیم بهتر باشیم. خیلی تشکر از حضور شما و عیدتون مبارک باشه انشالله رحمان. شما مبارک باشه انشالله که صدها رو یه زرم نمیتونم بگم صدها ولی صد سال دیگه هم انشالله زنده باشید ما بریم برنامه تونو. خیلی انشالله تشکر میکنم از حضور شما. خواهش میکنم انشالله باز پرچم آقای سوربی هم ببذره و مردم تیوی همچنان پایدار. انشاءالله. خیلی تشکر از شما. مرمت حالیزه جان. بله من ادامه میدم این ایمیلی رو که دوست عزیز از آلمان فرستادن و خیلی جالب دونه دونه دارن میگن. مثلا میگن در ایران تمام نیروگاه‌های برق و پالایشگاه و ارتش و به دست ایرانی میچرخند. خب بله قدیم ها اگر یه دونه یه چیزی بود حتما یه نفر از یه جای دیگه باید میومد و اینو چیز میکرد، مثلا خودمون بلد نبودیم چطوری راش بندازیم چطوری ازش استفاده بکنیم. حالا سلام عرض کردم بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یه سرفه کنید و بلند صحبت کنید. نه 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 شما خیلی گردن کلوفتی. سال نو رو پیشاپیش به شما تبریک میگم. تشکر زیاد. سال آینده سال بسیار بسیار خوبه برای ما ایرانی ها باشه، برای ایران وطن عزیزمون باشه انشاءالله رحمان. آقای ازدادی ایران اون خودرو
سمند رو این تقریبا 100% ایرانیه. این اسمش از اول گذاشتن اتومبیل ملی. صحیح. این تقریبا 100% تمام اون دانش فنیش کمپلت ایرانیه. حالا ممکنه یک مقداری کپی شده باشه از بعضی از اتومبیل‌ها، ولی خب به طور کلی همش رو خودکفا کاملا دارن می‌سازن و تنها ماشینی هم بودش که توی این تحریما از تعدادشون کم نشد از خطش. باریکالله. ولی اون پراید و اینا، اون ماشین های کره‌ای و اینا، اونا زیاد چیز نیستش، اونا زیاد تعریفی نیستش و مشکل هم داشتن حقیقتا به این دستاتش و اینا فرض داشت. یا مثلا پژو 206 که از فرانسه میاد. صحیح. از اون کارم فنیه یک مقداری به اینا تا حدودی آشنا هستم. میدونم که این پس نه تنها این، ما صنعت های خیلی زیادی داریم که 100% ایرانی الان. خیلی از خطای کارخونه ها اینا رو یاد مثلا چیزش رو آوردن، یه دونه مثلا وارد شده، اینا رو اغلب بچه های ایرانی، مهندس های ایرانی ساختن. اغلب اینا رو حالا میخوان بگین کپی، هر چی میخوان بگن، ولی اینا کاملا رساعتش. بعضی وقتا من بعضی از خطا رو مثلا فرض کنیم دستگاه موچت باقی رو من دیدم که حتی از اون ماشین بلژیکی خیلی بهتر از آب در اومده. باریکل. من میخوام بپرسم آیا در ایران صنعت ریختگری و تراشکاری به حدی رسیده که خود ایران بتونه نمونه سازی بکنه که کارخونه از روی کارخونه دیگه بسازه؟ عرض کردم به شما آقای اجلالی، قدیم که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی خب 100% در مورد ریختکاری و اینا ما هنوز اونجایی نرسیدیم که بتونیم این قالبا رو در حد به حساب کیفیت خیلی بالا بتونیم کسی تولید بکنه اینا رو و بتونیم که با مثلا فرض کنید با محصولات اروپایی و یا محصولات همین کره‌ای و چینی و اینا حتی نمیشه هنوز مقایسه کرد. ولی خب اینا اگر که موقعیتاش فراهم باشه و این مسائل تحریم ها اینا، مثلا خب تو مواد اولیه ما خیلی مشکل داشتیم که خب خیلی از اینا دلگرمیاشون رو از دست دادن، اینا رو بستن، این کارخونه بیشترش این خطایی که تولید شده اینا رو همه به دست خود ایرانی ها ساخته شده. ولی این تحریم ها واقعا کاری کرد که اینا اغلبشون، من میتونم بگم راحت 40-50% از اینا بسته شدن. صحیح. بس فقط اونم نبود، سیاست های غلطی بود که خب همونی که ما میگیم من با قرض میگم و اینا هم بود دیگه، همه اینا دست به دست هم داشت. میگم معمولا در صنعت ریختگری یه چیزی هست به صنعت آلیاژ بهش میگن. آلیاژ یعنی قاطی کردن چند فلز مختلف و در آوردن یک فلز مخصوص که در میاد، متالورژی میگن به اینا. بله براو. اینو که فرمودید شما، اون رو هر روز ما کم دارید میفرمایید، چون نمیدونه قالبگیری نمیتونن بکنن، ریختگری خوب نمیتونن بکنن. طبعا اینجا یه خورده مشکل اینجا هست، مثلا همون پوسته موتور رو مثلا مشکل داریم، ما هنوز نمیتونیم اونو طریق در بیاریم. صحیح. ولی خب مثلا رینگ و پیستون و اینجور چیزات خیلی زده میشه و هم نداره. بعضی وقتا از نظر کیفیتی میبینی که اینا حتی با نمونه های اروپاییش هم میتونه رقابت بکنه. باریکالله. از این بابت ها خیلی خوبه. ولی خب دیگه همینجوری که فرمودید انشالله که همه چی درست میشه. گفت و نیکی میکنه در دجله انداز که در ایزد در دیابان از دهد. الحمدلله. من آدم باید نیکی که میکنه. آقای ایزدی پشت سرشو دیگه نگاه نکنه، پشت این کجا رفت. الحمدلله. همونه که بعد یه ما ببینید شما وسط دیابان های برنه یه دکتر خیر انشالله. خیلی تشکر از حضور شما، عید شما مبارک، خانواده محترم سلامت باشید. خواهش میکنم، تشکر از لطف شما، خیلی ممنون. آقای اجلالی باید با هم دیگه کمک کنیم همه. انشالله دست به دست هم بدیم، دنیای بهتری بسازیم. انشالله. یواش یواش داره درست میشه انشالله. تمام اون هم چیزایی که فرمودید شما، همون آقایونی که خوب از جیب ملت چیز کردن، از اون بزرگ‌هاشون آدم نمیخواد اسم بیاریم. تا این آخر کاری ها و این کوچیک ها و اینا، خب الحمدلله دارن یکی یکیشون هم دارن یک جورایی گیر میفتن.
این معاون این آقا رو همین سازگی گرفتن سلام حکم جلبش صادر شده ایشون خب همه جلوش در اومده دیگه یه میلیارد به این حساب یه میلیارد به اون حساب آخه اینا آخه باید جلوش گرفته بشه بله بله ما در امریکا هیچ طرز نیست به جز اون ایرانی ها وطن عزیزم ندارم الحمدلله طرز من سعادت مملکت سعادت ملت و سعادت ایرانی هاست خیلی تشکر من فقط میخوام عرض کنم خدمت شما سالهای سال پیش شهر نیویورک که یک شهر خیلی بزرگی هست در امریکا در اون شهر فساد زیاد بود تا جایی که شما تو خیابون نمیتونستی راه بری یکی یه چاقو گذاشتن بغل دستت و جیبتو خالی کردن اگه پول نداری یه فصل کدکتو میزدن یه آقایی به نام رودی جولیانی اومد و اومد یه سیاست خیلی جالبی رو اتخاذ کرد به اون دزدای بزرگ ما زورمون نمیرسه یه این دزدای کوچولو رو بگیریم و همین کارم کرد رفت به اون گنده ها کاری نداشت به اون گنده ها مثلا چیزی نگفت رفت اون کوچولوها رو گرفت همه رو خب بعد یکی نیویورک مثلا شهرش پاک شد تا جایی که مثلا شما راحت میتونید تو خیابون راه برید ولی اون دوز بزرگه ها هستن که این دوز کوچولوها رو از خودشون میسازن ما دو نوع دوز داریم اونی که شما میفرمایید اون حالت هرج و مرج داره ما خوشبختانه هنوز که هنوزه در ایران با تمام این فشارها ما ملت بسیار بسیار بالایی هستیم ما این حالت ها رو هنوز که هنوزه ما نداریم الحمدلله واقعا از فرهنگ بزرگی داره ما ملت اون با فرهنگ هست ما این حالت هرج و مرج رو نداریم الحمدلله در مسائل دولتی و اینا خیلی در اخیراً کوتاهی شده و اینا خب مثلا شما اسم فرمودید آمریکایی من ایرانی رو خدمتتون میگم آقای مهرزاد خرد رئیس جهاد کشاورزی استان فارس ایشون 12 میلیارد به حساب شخصی خودش ریخته 500 میلیون تومان پول فضایی که مسافرتی که اصلا انجام نداده به حساب خود اینو ما اینو دیدیم واقعا حقیقت داره واقعا حقیقت داره آقای اجرادی ایشون هم زندان تشکیل دارن معاون آقای احمدی نژاد آقای رحیمی هم دستگیرش کردن به سلامتی این دیگه باغرز بود به سلامتی آدم ماسکولشون رو از روز اول میگرفتن دهن اینا رو تمیز میکردن قشنگ که اون ماسکولی که دور دهنشون مالیده شده تا پول این ملته بعد شما میفرمایید که اینا بچه هاشون ماشین نه بچه های نه ببینید بچه آقای رحیمی ماشین 1 میلیارد دلاری سوار شده من نه ایشونو خبر ندارم نمیتونم از کی خبر داری که سوار شده؟ آقای قدیمی اون آقایی که آقای رفسنجانی و اون فرزندانش اینا از طرف اونا تاکر بهتون بخوان هستن خب چرا بیخره اونا رو نمیگیرن؟ خب همینه دیگه ما امیدواریم همین چه تو نیویورک از کوچیکا شروع کردن یواش یواش بزرگ واسه کلاس اینا مالا حداقل این آقای رحیمی رو که فعلا 1 میلیارد رو بدون تومن به حساب شخصیشون باز شده و وارد شده و الان ایشون گیر افتاده با همین یکی یکی گیر میافتن دیگه بله ما امیدواریم اون دوز کله گنده ها رو بگیرن ان شاء الله به امید خدا های میگن شما که شما برداری حساب کار خودش رو میکنه آقای ولی آخه بعضیا هستن که حرفشون فساده و دقیقاً اینطوری فساده که فساد میاره آقای اجلالی وقتی اون رئیس قبیله بعدش خرابه زیر دستش هم خراب میشه بله این بزرگانی مثل ایشون همین آقایونی که با فرزندانش همه کار کردن نمیدونم تو شرکت های نفتی که حق به حساب گرفتن هزار جور فساد رو انجام دادن خب حالا شاگرداشونن اینا همه اینا میگن چرا ما نکنی ما یه تاسفونم صادر شده اولاد صادر کردن پولش رو آقایون ریختن به حساب شخصیشون سبحان الله اسمشون هم حالا خدمتتون اگه خواستین عرض بکنم انشالله هفته آینده یه ذریعه مقدارش دیگر ببین برای هفته آینده اجازه بدید من این ایمیل رو که دوست عزیز از آلمان فرستادن بخونم تا تموم بشه ابتدا میکنم آقا شب شما بخیر روز شما بخیر تشکر میکنم از لطف شما مرحمت علی زیاد لطف علی زیاد
بله این رفیق ما که این ایمیل رو فرستادن خیلی قشنگ دارن این نیروگاه های برق و پالشگاه فلان 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 شهرهای ایران یک یا دو تا دانشگاه هست که مثلا در همه شهرهای استان فارس دانشگاه وجود داره. در ایران با کمک اوکراین هواپیماهای کوچک و کشتیهای کوچک می سازن. همین اوکراینی که سرش دعواست حالا دیگه، اوکراین با ایران روابط خیلی خوبی داشته، حالا که اینجا انقلاب یا کودتا شده حتما اونا نمیخوان با ایران کاری داشته باشن، چون نوکر امریکا میخوان بشن، نوکر اروپا میخوان بشن، این هم یه جای دیگه باز به ایران مربوط میشه. ببینید چطور با ما دشمنن، حتی نمیخوان یه اوکراین به ما کمک کنه کشتی بسازیم یا یه دونه از این چیزای دیگه بسازیم، پالایشگاه بسازیم، هواپیمای کوچیک بسازیم. دشمن خودتون رو بشناسید. ما اینو بارها گفتیم، دل امریکا برای ایران نمیسوزه، میخوان شما رو نوکر خودشون کنن، همونطور که دارن اوکراین رو همین کار میکنن. با هم همدست بشید، با هم همکاری بکنید و بتونید از زیر فشار این افرادی که به هیچ وجه خوبی شما رو در دل ندارن در بیایید. بله میسرم، من به ایران، ایشون میفرمان، من به ایران امروز افتخار میکنم. ایرانیان عزیز، آیا شما دوست داشتید کشورتون ترکیه بود؟ چرا؟ بله و چرا نه؟ آیا دوست داشتید عربستان یا مصر یا تایلند یا هر جای دیگه مخالف دولت منتخب مردم طرفدار غرب و آمریکا، آیا اینها رو میخواستید اینطور مثل مال شما باشن؟ بله. بس میگه پس ایرانی ای وطن دوست، باید سر در دست کردن ایران امروز باشید، نه بر براندازی رژیم. باید لجبازی آمریکا رو محکوم کنید. لذا از شما، از من خواستن، خواهش میکنید که همه رو برای فلان تشریف به دو نکته مهم زیر بفرمایید. چشم. تأسیس و طرفداری از سیستم چند حزبی در ایران. بله خب این خیلی خوبه. چند حزب هم هستن ها. در ایران چند حزب هستن. مثل امریکا نیستش که فقط دو حزب جمهوری خواه یا دموکرات داشته باشه که هر جفتشون هم تقریبا یه اصطلاحی هست اینجا میگن که همون سکه است که یه برش شیره یه برش خطه، همون سکه است، فرق نمی کنه که دموکرات باشه یا جمهوری خواه باشه. بله بعد هم نشد هست در مجلس 5 کمونیست و 10 نفر طرفدار شاه و 5-6 حزب دیگر حضور داشته باشد، واسه ثبات جمهوری اسلامیش. از کسانی که دنبال تجزیه ایران هستن ابراز تنفر و دوری میکنیم. ایشون فرمودن اینها خواسته یا ناخواسته سیاست های آمریکا رو در خاورمیانه جدید که بله دیگران میگن دیگه دارن سعی میکنن که همه رو تک میکنن. بله صحبت کردستان هم اینجا میشه میکنن با تشکر از فلان. بله احمد کریمی، یک دونه تشکر برادر کریمی که به ما این ایمیل رو فرستادید و تشکر میکنیم از تماس شما با ما. و در ضمن این سیاست جدیدی که میگن سیاست جدید، این سیاست مال سالهای سال پیش هستش. یک صهیونیست معروف به نام برنارد لوئیس هنوز هم زنده است. برنارد لوئیس این طرح میده که برای تمام کشورهای خاورمیانه طبق نژاد اینا باید جدا بشن، آذربایجان جدا بشه، لرستان جدا بشه، کردستان جدا بشه، سیستان بلوچستان جدا بشه، فلاشه بهمان بشه، بهمان بشه، که اینها از هم تیکه تیکه بشن که قابل اداره بشن. و ما امیدواریم این آقای برنارد لوئیس انشالله درس خودشون یاد بگیرن و آرزو میکنیم که در این دنیا به راه راست بتونن هدایت بشن، که اون دنیا یه مقدار مشکل خواهد بود برای همه. و ما امیدواریم که ایشون این افکار خیلی بد رو که فقط و فقط برای پیشبرد سیاست های زایونیست ها یا سیگونیست ها هست،
این رو موفق باشد. بله ما برنامه همون داره به انتها میرسه، 3 دقیقه 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم و باز دوباره در آخر برنامه تشکر میکنیم از حضور بینندگان محترمی که زنگ زدید و راجع به صحبت هایی که با اینجا میکنید ما رو راهنمایی کردید و اطلاعاتی که داشتید به ما دادید. بدونید که فقط و فقط ما میاییم اینجا و جز سلام عرض کردم. بفرمایید. سلام آقای ادجلالی. بله یه ذره بلند حرف بزنید و یه 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم. بفرمایید. بله الان فرمودید دیگه از آقای ادجلالی همین الان گفتید 3 دقیقه بعد کردید. آخه من آخه اینجا رو نگاه کردم شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خوب صحبت میکنید. حضور شما هستن در مورد اوکراین صحبت کردید. بله بله. که دیدید این انتخاباتی که کرمیاد شد بیشتر از 90 و حدود 93% مثلا 93% به 7% اگر اشتباه نکنم بله درصد رای آوردن که البته خب شوروی جداش خواهد کردن. البته شوروی هدفش به کرمیاد نبود، اینو باید براتون بگم، چون میدونید که یه مقدار سرمایه‌گذاری های سنگین از جمله خود پولدارای شوروی کرده بودن که در آمریکا داشتن این کشتی های که در حقیقت LNG که همون لیکوید فاید نتیجه یا گاز طبیعی بله. شده رو ببرن به اروپا و بفروشن، اینا رو درست میکردن که در 3-4 سال آینده درست خواهد شد و بردن این گاز رو به اروپا و فروختنش به قیمت آمریکایی که تموم شده خودش در حقیقت به اروپایی ها یک درس بسیار جالبی رو 4-5 سال آینده خواهد داد که قیمت واقعی گاز چیه و شما چطوری لذت می‌بردید که این بسیار بسیار حرکت شجاعانه بسیار زیبایی از طرف آقای پوتین بود که انجام داد که من واقعا در آینده 3-4 سال آینده خواهیم اینو دید. به هر حال شما در مورد مسئله این اوکراین که صحبت کردید فکر کنم این لازم بود که گفته بشه که در حقیقت اصلا این جزیره کرمیا مال خود همینا بودش. آقای استالین به عنوان یک قسمتی از استان اینا جدا کرده بود. همینو من تشکر زیاد خیلی متشکرم که این متشکر وقت کمه. شب و روز خوبی داشته باشی، پیوسته دلت شاد و لبت خندان باشی. مرسی. یک دو تا تشکر شما همچنین بینندگان محترم. تشکر میکنم از حضور امروز شما در برنامه ما. انشالله هفته آینده راجع به اوکراین و این لیکوید پترولیوم گاز را هم LPG رو انشالله بیشتر راجع بهش تحقیق میکنیم و دوست عزیزم تشریف دارن رو صحبت میکنیم. تا هفته آینده مرحمت عالی زیاد.